حافظ على 95% من الطبيعة في أراضي الله. الخدمات الحضرية القديمة بخدمات يحركها الذكاء الاصطناعي. كيف سيبدو الأمر لو بنينا The Line؟ اوهانیت حوزه‌های علمیه قم سر شما رو با چی بند میکنن مردم؟ روزه خونی، سینه زنی، زنجیر زنی، دهه فاطمیه، این مزخرفات. اینجا مرکز اسلامه. ببینین چی در ساخته، چی داره میسازه، چه کار میکنه، چه جور دنیا رو گرفته دو دستش. ملت و میهن ما رو از قرون وسطا عقب‌تر بردن. ما را از همون روز اول اومدن و نخواستن آقای خودمون باشیم. یه انقلاب کردن که ابلهترین جامعه رو به ما حاکم کنن و ما اولاق دست ماچ کنیم، پوشه بدیم. و دیدم اون الدنگه داره حرف میزنه در مورد کشتن میناوند و انصاریان اینا، بعد میگه آره فاطمه زهرا باشه، فاطمه زهرا. اولاق فاطمه تو اینقدر تقیه چرا میکنید احمقا؟ بیشورا چرا انقدر تقیه میکنه که اسم اینا رو بخواییم بیاری گروه خوشش بیاد تو رو نگیره، زندانت نکنه، میگیرن و میکشن، پدرتون هم در میارن. میبینید که ول کنید این مسائل رو. دیدید دنیای عرب خودش داره کجا میره؟ دیدید دنیای اسلام خودش داره کجا میره؟ وقت اینا شما رو کجا دارن میبرن؟ کجا بردن از روز اول؟ آقا از روز اول توی مملکت نباید یک آدم حسابی باشه. اول همه رو بکشن یا عمر باید از بین ببرم. من هرگز یادم نمیره عمرهای ارتش نازنین رو که اینا کشتن، دستاشو رو قطع کرد. یادم نمیره که بیش از 100,000 نفر رو اینا اعدام کردن، بچه ها و جوان ها و رعنا، یک نسل پرشور رو. هیچ وقت یادم نمیره خانم اشرف ربیعی رو کشته بودن، بچهش تو بغلش لاجوردی گرفته بود، ماده بود نشون میداد. یه الان کجاست این بچه؟ درود دارم بهش. اینقدر اینا جنایت کردن، جنایت ما یادمون نمیره. همه رو کشتن، نسل انقلابی رو کشتن، نسل شادشاه رو کشتن، عمرای ارتش رو کشتن. بعد نسلی هم که پرورش پیدا کرد همه رو تای نابغه پیدا شد، باید از مملکت فرار کنه بیاد بیرون. مملکت نباید باشه. تای جایزه نوبل به یکی میدن، جایزه نوبل نباید باشه، به لجن میکشنش، بعد که بیاد مجبور بشه خودش بناهنده بشه. ریاضیدان، موسیقیدان نباید باشه. بعد تازه اگه کسی هستن برمیگردن، اینها هم به خود شما برمیگردین. سعید سیرجانی تو اومدی خارج دیگه باید بمونی، اگه برگردی میکشنت به دست خود ایرانیا، ولی نوکرای استعمار میکشنت آقا تو خود مملکت. مجید شریفی رفیق عزیز من رفتی خارج بودی، حالا برگشتی اینجا داری کتاب هم مینویسی، میکشنت. مهندس قفار حسینی دوست نازنین من سالها تو تبعید بودی، حالا برگشتی شخصیت هستی، میکشنت. جهان خواننده عزیز من، حبیب خواننده عزیز من، عبدی یمینی دوست نازنین من، عبدی یمینی رهبر ارکستر داریوش ابی کارهای بزرگی کرده، عبدی یمینی آهنگساز بزرگ و برجسته بود، بارها مهمان من بود در پاریس. عبدی یمینی بعد سالها برمیگرده ایران. تو هواپیما میشینه داره میره ارمنستان، هواپیماشون چپ میشه، میکشنش. نباید تو برگردی ایران. اون مملکت هم که بیشعورن رهبرانش، احمقهایی هستن که رونام خوشحال میشن. آقا میزنن تو فروهرها رو تیکه تیکه میکنن. بعد آخونده دفتر خامنه‌ای احمق فتوا رو ازشون قبلا گرفتن. وقتی سید امام اینا رو محاکمه دار میکنن، ما فتوا داریم، مشبای یزدی به ما فتوا داده، فقهای دفتر آیت الله خامنه ای به ما فتوا داده، ما به اساس فتوا کشتیم. احمق خامنه ای میگه میگه ما نکشتیم. خب فتوا رو که آدمای چه دادن تا این حد ما رو به بدبختی و بیچارگی کشوندن؟ بعد اتوبوس هنرمندا و نارا نویسندگان هم میخوان چپ کنه اینجا. آقا
مهدی رضایی هستی، بچه ای محسن رضایی، آقا شدی، بزرگ شدی، روشن شدی، اومدی بیرون، دیگه نباید برگردی ایران، برگردی ایران میکشنه، تو خارج بشی، طفلی برمیگردی ایران چیزیش میگه آقا بیا ایران، میذارن میکشنش. محمد فریدون بچه روحانی جیمز باند ایرانه، تو میخوای زرتشتی بشی، تو از اینا کندی، تو داری حرف میزنی، همسایه میفهمی که تو مخالف شدی، میکشنت. بدبختا پاشید، اونایی که قدرت دستتونه، این شپش ها نگذارید بر شما این گونه تمدن 7000 ساله رو از بین ببرن. و بعد حالا مصطفی او گوشه داشتش، مشتبه این وسط، آقا مشتبه میشینه لنگی کفشش، کفشش زیر بغلش میگیره، میشینه میخواد درس بده، اون طرف آقای محمد بن سلمان ایرانی در سعودی داره حکومت میکنه، با تکنولوژی پیش داره میره، عرب مشتبه، عرب، عرب زاده، ما رو به کلیجی بردگی بردن، خمس گرفتن، قتل عام کردن، داره بر ما حکومت میکنه با این در دنیای تکنولوژی مدرن، تلفن شو بلد نیست خاموش روشن کنه. مردم، من هم میهنان عزیز من، هر که هستی، هر که هستی، نپذیرین ذلت و خاری رو. من صد بارم دیگه به همه شما گفتم سپاهی هستی ترکیه، وقتی میزن قاسم سلیمانیتون رو میکشن، فخریزادتون رو میکشن، همدانیتون رو میکشن، مهندستون رو، اینا بینن مشهوره که شما میشنزی، خیلی دیگه زدن کشتن، میکشن به این راحتی، آب خوردن، سیر جانی ها رو میکشن، مجید شریف ها رو میکشن، نابغه های ما از اون مملکت بیرون میکنن، اون مملکت بایستی عذر میخوام، مردم از شما عذر میخوام، آخونده منظورمه، طویله آخوندیش میکنن، هر کی اونجا هست باید ابله باشه، ولی من رجاء واثق دارم امیدوارم و میدانم که اهورامزدا خداوند دانایی و توانایی با ماست، این خداوند دانایی و توانایی ما رو پیروز میکنه بر این تازیان، ما پیروز میشیم و به زودی ایران دیگر بار در جهان خواهد درخشید، همچنان که در زمان محمد رضا شاه درخشید. درود دارم به روان پرفتوح محمد رضا شاه، امروز همه ستایشش رو میکنن، همه یادش رو میکنن. شما برید مگس ها، برید چپش ها، بنشینید و سجه های خودتون رو بکنید. سرما میره، برف میره، خورشید میاد، پنجره ها رو میشوریم، چشمامون رو وا میکنیم. دیگه مردم ابله نباشید، با ابلهان همراه باشید. برای فاطمه، محمد، علی، زینب، رقیه دکوروا میکنن، روز زنتون میگه روز فاطمه است، فاطمه که امام علی زده کشتتش. بدبختا میگن محسنش هم عمر زده که علیه مردم سنی بکنن، هموطنان سنی ما شما رو بکنن احمقا. علی که در خیبر رو میکنه، علی که در خیبر میکنه، امراض دوتا میکنه، لقب حی در میگیره، آدم رو میگیره زنده پاره میکنه، ای علی اجازه میده یک کسی بیاد زنشو لقد بزنه، پهلوشو بشکنه، بچهشو سخت کنه؟ احمق، تو باور کردی؟ بیشعور، تو باور کردی؟ خود علی زده، برید تاریخ بخونید، منابع عربی رو بخونید، تو ایران نمیذارن ترجمه بشه. خود علی با زنش مرتب دعوا میکرد، زنش میگفت آقا فدک برو بگیر، پاشو برو قدرت بگیر، رئیس جمهور بشه، اینجا نشستی تو خونه، چه تو خونه نشستی؟ الان چقدر به زلتون بهت میگه چقدر تو خونه نشستی؟ من میگم بابا ما تو خونه نشستیم، بریم کار میکنیم، بیزنسمون اینه، تو خونه ما کارمون با بیزنسمون تو کار بیته. میگن تلت خوا، یعنی از راه دور کار کردن. ما 20 سال تلت رواییم، ما نخستین کسانی هستیم که با تکنولوژی پیش رفتیم. به علی میگه پاشو برو بیرون، حق تو بگیر، حق منو بگیر، فدا که منو گرفتن. همش دعوا میکنه، وقتی محمد زنده است همش دعوا میکنه، یزدان گواهی دو بار علی میاد تو شما میگه دخترت میگه ما نخواستیم، میره رو منبر میگه اگه فاطمه رو کسی اذیت کنه من میگم گردنشو بزنن. علی رو منبر میگه، میره تو تریبون، تو تلویزیون میره میگه
تو دلتون میگی که گزی بابا مرد حسابی دروغ گفتن، همه تاریخ به شما دروغ گفته. بنده خود فاطمی زهرا چارده شما.